یک شرکت خصوصی برای نخستین بار محصولات سیلی تولید افغانستان را به ازبکستان صادر کرده است. وقتی که یک فابریکه دار میخواد یک فابریکه را تأسیس بکنه، با هزار امید و مشکلات زیاد تأسیس میکنه و امروز نتیجه موفقیت خود میبینه و این بسیار جای افتخار است به ما، برای کسی که مدیریت از این فابریکه را پیش میبرده و ریاست از این فابریکه را پیش میبرده و همچنان از پررنگ بودن رسانه های عزیز. با یقین این رسانه ها هست که تولیدات ما، پیداوار ما و فعالیت های ما را اینا به شکل واقعیش انعکاس میدن و انعکاس اینا هم دنیا را متوجه میسازه و هم ملت خود ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما، امید که خوب و صحتمند باشین. بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. تصاویر که شما تماشا کردین خوشبختانه از یکی از شرکت های افغانی به نام لوکر، محصولات این شرکت که شامل محصولات صحی و بهداشتی می شود به کشورهای آسیای میانه بالخصوص ازبکستان امروز صادر شد که بسا جای افتخار است که حالا شرکت ها و فابریکه های تولیدی افغانستان تولیدات خود را به خارج از کشور صادر میکنند. ما هم در زمان در این شرکت قرار گرفتیم که محصولات از اینها برزش $250,000 امریکایی به کشور ازبکستان امروز صادر میشه که از شما هم دعوت میکنیم برین جریان صادر این مواد بهداشتی و همچنان صحی را که از طرف این شرکت به کشور ازبکستان صادر میشه شما هم تماشا بکنین. در ادامه بازم با ما باشید و همراهی ما نمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، انشالله که خوب و صحتمند باشین. بازم با یک خبر خوش امشب در خدمت شما هموطنان عزیز از طریق دریچه لید هستیم. یک شرکت خصوصی برای نخستین بار محصولات صحی تولید افغانستان را به ازبکستان صادر کرده است. مسئولان این شرکت میگویند که این محصولات در چند مرحله به ازبکستان صادر خواهد شد. با گفته مسئولان این شرکت ارزش کلی قرارداد صورت گرفته با جانب ازبکستان $250,000 بوده و قرار است که در چند مرحله تولیداتشان با آن کشور صادر شود. نظیر احمد نور رئیس این شرکت خصوصی گفته است که قرارداد ما $250,000 امریکایی است و امروز دو موتر محموله 40 فوت بارگیری داریم که حرکت میکند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری بر حمایت از تولیدات داخلی از سوی حکومت
و مردم تاکید کرده است. خیرالدین مایل، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت فابریکه های تولیدی ما باید آنقدر حمایت شوند تا اینکه بزرگ شوند. از سوی هم مسئولان وزارت صنعت و تجارت گفته است که از صنعتکاران حمایت میکند و به همین دلیل همواره تلاش کردند تا فرصتهای بیشتری سرمایه گذاری را در کشور فراهم نمایند. عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت و صنعت کشور گفته است که وزارت صنعت به همه سرمایه گذارانی که میخواهند در افغانستان سرمایه گذاری کنند تمام سهولتها را فراهم میکند. پیش از این نیز مقامهای امارت اسلامی همواره گفتند که در افغانستان امنیت سرتاسری وجود دارد و همه سرمایه گذاران داخلی و خارجی میتوانند در بخشهای مختلف افغانستان سرمایه گذاری کنند. بیننده های عزیز، از شما هم دعوت میکنیم برای جریان برگزاری این مجلس را که محصولات این شرکت با ازبکستان صادر میشود شما هم تماشا بکنین. در ادامه بازم با ما باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه توفای پیشوای بشریت خدمت شما تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیاً خوش آمدید میگم جناب مایل صاحب، جناب وجدی صاحب، آقای صاحب بیبزاده، فیضی صاحب، آقای صاحب صمدی، امینی صاحب، دوستای دیگه که جناب رئیس صاحب مجددی صاحب، خوش آمدید میگم شما را به این دستاورد بزرگ تاریخی افغانستان که ما توانستیم لوازم بهداشتی را صادر بکنیم به کشور خارج از کشور. دقیقاً وقتی ما سفر داشتیم به کشور دوست ازبکستان نمایشگاه بود. در نمایشگاه ما توانستیم جنس ما را به نمایش بگذاریم و بازار خوب برش پیدا کردیم و الحمدلله امروز قادر شدیم که صادر بکنیم. این خوشی بر تمام ملت افغانستان برمیگرده و ما خوشحال هستیم که شما را به فابریکی لوکر داریم و تشکری میکنم از تک تک شما زحماتان را بخشین. مطبوعات عزیز که شما معطل شدین و تأخیر شد در برنامه. این برنامه از تاجران، از صنعتکاران، از همه بزرگای کینجا اشتراک کردین، از جناب خلیفه صاحب محمد معروف و از جناب وجدی صاحب با همون شکل اعظم دوستا در قدم اول سپاسگزاری میکنم که تشریف آوردین در این برنامه یا معمولی صادراتی که از کشور ماهیره الحمدلله میتونیم صادر کنیم و همچنان از پررنگ بودن رسانه های عزیز با یقین این رسانه ها هست که تولیدات ما، پیداوار ما و فعالیت های ما را اینا به شکل واقعیش انعکاس میدن و انعکاس اینا هم دنیا را متوجه میسازه و هم ملت خود ما را. ما متیقین هستم که اینا همیشان در اینجا رول بسیار مهم دارن. اگر یک خانواده حال شب از طریق تلویزیونش میبینه که کمپانی لوکل امروز صادر کرد برای کشور ازبکستان، یک کشوری که خودش الحمدلله در حال ترقی هست و خودش امکانات است، ولی تولیدات لوکل اونا قبول کردن. وقتی او خانواده میبینه با یقین او دیگه نمیره پشت تولیدات یا واردات کشوری که از کشورهای دیگه ما وارد کردیم. پس ای برش پیدا میشه که تولید ما را کشورهای دیگه این مورد قبولشان قرار میگره و ما استفاده میکنند. خیلی پس خود ما چرا استفاده نکنیم؟ از این لحاظ نقش و یا رول مهم خانواده رسانه خیلی مهم است و همچنان با دیدن این معموله مسئولین امارت اسلامی، همه ادارات دولتی و همه مردم عزیز ما با دیدن زینا آگاه میشند که واقعا در وطن ما چنین فابریکه های تولیدی و فابریکه هایی را داریم که خودکفایی را هم برای خود آوردین و هم برای مردم. دوستای عزیز، ما فعلا به نمایندگی از دو بزرگوار دیگه هم خدمت شما سلام عرض میکنم و یکی
از کمینزاده سبرسی رئیس صنعت و تجارت که در عرض را بودم، اونا هم برای ما پیام دادن که سلام مرا وسیله شوین و از غیابتشون نسبت به ما دیری که داشتن که اونا امروز جلسه ضروری بود در کابینه که در اونجا دعوت شده بودن رفتن، وگرنه از اتاق مادن و صنایع هم کمینزاده صاحب با ما امان بود که یک جای میریم. اونا در جلسه پیدا شد و اون طرف رفتن و ما برای نمایندگی از اونا هم از آقای نور معذرت میخوایم غیابتشانه که رسیده نتانستن و هم سلامشه به شما و به تمام بزاری که در اینجا هست تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید ترقی تعالی هرچی بیشتر کشور ما، با امید از اینکه مانندی فابریکه لوکال تمام فابریکه هایی که ما در اینجا داریم مثل لوکال اینا هم همطور فعال و تولیداتشان میاری شود، خوش و خوشبخت باشین. السلام علیکم. بخش صنعت واقعیت تکالیف خود داره، ای که با چی مشقت واقعیت یک تولید ما به دست میاره. بسیار اینجا کارگرا هست، بخش انجینرینگ هست و واقعیت باید از اونا سپاسگزاری میکنیم. فقط این را میخواییم بر رسانه ها، به همه همشهریان خود، به همه دنیا میخواییم این را نشان بدیم که فابریکه تولید لوکر واقعیت کدام تبعیض جنسیتی نداره و خوشبختانه تانسته که خانم ها و آقایان در اینجا بیان و کار خود انجام بدن و رزق خود نفقه حلال خود از این طریق به دست بیارن. اکنون میخواییم از ایشان که لطف کرده در مقابل استیج تشریف بیارن تا این را هم شما ببینیم که فابریکه تولید لوکر هیچ نوع تبعیض چیز نداره، حتی جنسیتی. از ایشان خواهش میکنم که بیان اینجا سر استیج. البته نگفته نباید گذاشت که ما دو شفت کاری داریم که فقط شفت روزشان ما اینجا میاریم سر استیج، شفت بعدیشان مانده دیگه. اینجا تشریف بیاریم. آقایان هم لطفا تشریف بیارن دای بغل دای پالو، یک گوشه شماست. چند اینا فقط شفت روز ما میباشن یا شفت اول ما، شفت دوم نظر به که خسته میباشن دیگه نتونستن در برنامه اشتراک کنن. جا دارد که از همه اینا اظهار تشکری کنیم. همینا هستن که نام افغانستان حالا در سطح دنیا بالا کردن. جا دارد یک کف محکم بر اینا بزنه. انشاءالله که بتوانیم با همین تیم کاری خود لوکر را با قلعه‌های بلند از این کلم بالاتر ببریم و ممنون همه تان هستیم و جای سپاسگزاری است. تشکر از لطف همه تان. حضور دارند. سلام میگیم خدمت همه هموطنان عزیز و دوستان و بزرگواران. امروز برای ما خیلی یک روز خوشایندیه، چرا که محصولی که امروز تولید شده و به خارج صادر میشه این افتخاری برای ما هم هست و همه ما مردم افغانستان باید به هر قلم از تولیدات افغانستان که صادر میشه به خارج افتخار میکنیم و این احساس رو یک فابریکه دار بیشتر داره، چرا که وقتی که یک فابریکه دار میخواد یک فابریکه را تأسیس بکنه با هزار امید و مشکلات زیاد تأسیس میکنه و امروز نتیجه موفقیت خود میبینه و این بسیار جای افتخار است به ما، برای کسی که مدیریت از این فابریکه را پیش میبرده و ریاست از این فابریکه را پیش میبرده افتخار میکنیم که نام افغانستان را باز زنده کردن، نام افغانستان را به کشورهای دیگر به افتخار میتونیم یاد کنیم و همچنان یک خواهشی هم از تمام رسانه های عزیز و مردم عزیز داریم. در قدم اول از مردم خود این خواهش را داریم که از تولیدات وطن خود به هر صورت که میشه حمایت کنیم، تا که شما حمایت نکنیم ما نمیتونیم به موفقیت برسیم.
اگر امروز هر محصولی که به خارج از کشور صادر میشه او نتیجه حمایت های شما بوده و اگر از تمام محصولات افغانستان شما حمایت کنیم در آینده نزدیک اقلام زیادتر ما شاهد هستیم که به کشورهای خارج صادر بشه. تشکر از همه شما و یک پیامی که برای رسانه‌ها داشتم میخواستم بگم که امی حمایت از تولیدات داخلی تنها یک پیام نباشه، ایره فرهنگسازی کنیم که تمام مردم افغانستان با افتخار تولیدات وطن خود خریداری کنند. ما از بعض دوستارم میبینم که بیشتر تمرکزشان در بخش تولیدات داخلی است. برنامه های متعدد و مختلف در این راستا انجام میتن. ما سپاسگزاری میکنم از تک تکشان. ما برنامه جوایز برتر امسال که داریم، ما بخی اختصاص داریم خبرنگار تجارتی اقتصادی و ما بیشتر، گرچه ما خودم شاید زیاد نقش نداشته باشیم، تیم داوری که هست برای از او ما پیشنهاد میخواد بود که بیشتر برای او دوستای جوایز در نظر بگیرن که به تولیدات ما بیشتر تمرکز دارن. در این جمله جوان همکار و هم مسلک ما شایق جان کفشانی که من میبینم که ولایت به ولایت میرن تولیدات وطن ما را به رخ و به روی مردم ما میکشن و برای فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی کار میکنن. در قسمت زیبایی های وطن ما، در انعکاس زیبایی های وطن ما کار میکنن. امیدوار هستم که ما از همه دوستایی که در این راستا کار میکنن هم مسلکای ما سپاسگزاری میکنم، خاصتا این همکار کوچک ما که در کنار ما آمده و انشالله که با این برنامه خود بتانه که بیشتر باعث رونق و در تولید وطن ما داشته باشه و در انعکاس زیبایی های وطن ما داشته باشه. تشکر شایق جان گرامی. سخنیان را گفتن و مدت 8 سال میشه که در شرکت صنعتی لوکر وظیفه انجام میدیم. از سال 2016 تا سال 2018 انجینرهای خارجی کت ما بود که کت از او کار کردیم. بعد از او دیگه کار از پیششان آموختیم، دیگه فعلا از سال 2018 تا فعلا خودمو در وظیفه انجام میدیم. دیگه کدام مشکلات کدام چیزی فعلا تا پیدا نکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نذیر احمد نور هستم، رئیس شرکت صنعتی لوکر. قرارداد 250 هزار دلار آمریکایی است در کل و این محموله ای که انتقال میشه امروز این مقدارش 70 هزار دلار آمریکایی است و معموله دیگه انشاءالله روزهای بعد مطابق اسکیجولی که با قراردادی کردیم صادر میشه. سمره به هر دلی دی دغه بستی او دغه نه بستی سمره دی بتوله 2300 بسته است فعلا به این دو موتر که ما جابجا میکنیم 2300 بسته است. یک به تست و مارکتینگ فرستاده بودیم که اونا به وزارت صنعتشان و وزارت صنعتشان مورد ارزیابی قرار دادن اجناس ما را که خوشبختانه تایید شد و بالا معمولای صادراتی ما رسما فرستاده میشه. فقط اجناس واردات اجناس بی کیفیت دشمن صنعت افغانستان است. اگر میخواین که صنعت افغانستان به پا بیسته، صادرات واردات اجناس بی کیفیت یا لات که به گونه گات لیلومی میایه اونو بند شوه. ما با جنسی که وارداتی میایه و پکیج شده میایه ما رقیب هستیم و رقابت میکنیم، هم در پرایسش هم در کوالتیش در همه چیزش. چنانچه که ما صادر کردیم حتما پرایس ما هم خوب بوده و کوالتی ما هم که ما صادر کردیم. از دوستا از هموطنان خود تقاضا میکنیم که از تولیدات وطن استفاده بکنن. انشاءالله و افغانستان 5-10 سال پیش نیست، سال تغییرات آمده. با امید طلب
کالاهای صادراتی را ما داشته باشیم از تمام فابریکای تولیدی ما و باز هم از پررنگ‌تر رسانه ها و از احساس شد مقابل وطن شد جهان سپاس سپاس گذاری میکنه و اما جهان سپاس هموطنان عزیز که تا اینده هم با ما بودین. شما هم دیدین که محصولات از این شرکت لوکر به کشور ازبکستان صادر شد که بسا جای افتخار است که از زمانی که امارت اسلامی افغانستان آمده کوشش بر این است که صنعت افغانستان از این بیشتر تقویت شود تا باشد که محصولات و تولیدات افغانستان هم در داخل کشور مصرف شود و هم بیرون از کشور از این تولیدات استفاده شود که تا باشد که سرمایه‌داران و صنعتکاران کشور عزیز ما تشویق شوند و دیگر تاجران افغان که رفتن به خارج از کشور بیاند و در اینجا سرمایه گذاری بکنند تا فرصت های کاری به خاطر جوانان ما ایجاد شود. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر می شویم، شما هموطنان عزیز را به الله پاک بی‌نیاز می سپاریم. الله حافظ، نگهدار شما. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.